بشر در طول قرن‌های متمادی در رویای صلح زیسته، در حالی که جوامع در یکدیگر آمیخته می‌شوند، تکنولوژی فاصله جغرافیایی و فرهنگ‌های ملل را به هم نزدیک‌تر می‌کند و بشر بیش از پیش خود را نیازمند صلح و دوستی می‌بیند. صلح چگونه به دست می‌آید؟ چه موانعی بر سر راه آن وجود دارد؟ و آیا صلح جهانی برای مردم جهان دست یافتنی است؟ برای بشر امروز صلح یک پدیده نیست، بلکه رویدادی اجتناب ناپذیر و دستاوردی ضروری برای هر انسان می باشد. هدف آیین بهائی ایجاد اتحاد و همبستگی در میان کلیه جوامع جهانی است با فرهنگ‌های متفاوت. بهائیان به برقراری صلح جهانی می‌اندیشند، چرا که زمان اتحاد بشر فرا رسیده. تعالیم دیانت بهائی برای بشر امروز تدوین شده و با استفاده از تکنولوژی سمعی و بصری میشه انسان‌ها رو در زیر پوشش این تعالیم متحد ساخت. و این هدف همه ماست. The Baha'i Religion، دیانت بهائی بر اساس تعالیم پیامبری به نام بهاءالله می باشد که برای بهائیان او فقط یک رهبر مذهبی نیست، بلکه جدیدترین پیامبر از سلسله پیامبران الهی پس از موسی، عیسی و محمد است. در سال 1863 میلادی برابر با 1279 هجری، بهاءالله مقام خود را در شهر بغداد به عنوان پیامبر اعلام و دیدگاه وحدت عالم انسانی را مطرح ساخت. آنچه که به طور فیزیکی و تکنولوژیکی ضروری است، آن است که جهانیان باید با یکدیگر متحد شوند، جنگ را ترد کنند و نفرت و تعصب را کنار بگذارند. و در واقع همه اینا خواسته مردمان جهانه. من کسی رو نمی‌شناسم که خواهان صلح و اتحاد بشر نباشه. بشر این اهداف رو عملی می‌کنه و صلح جهانی برقرار میشه. بهاءالله وعده‌ای بزرگتر از صلحی که می‌شناسیم به ما داده. او وعده صلح اعظم را داده که نه فقط به پایان جنگ ختم میشه، بلکه کلیه توانایی‌های بشر را نیز در 1000 سال آینده آشکار می‌کنه و ما به دوره‌ای از تفاهم می‌رسیم که هرگز شاهد اون نبودیم. بهائیان تغییر و تحول برای وحدت عالم انسانی که نقش مهمی در زندگی آنان ایفا می کند را اجتناب ناپذیر می دانند. دنیای امروز مانند دوران انتقال نوجوانی به بلوغ است. دوره‌ای که شما در حال یافتن خود هستید و بشر امروز دقیقاً در این حالت قرار گرفته. و ما برای رسیدن به بلوغ باید این دوره نوجوانی را طی کنیم. جهان امروز مملو از اختلافات و مشکلات است. تنش‌های نژادی و مذهبی و فاصله بین ثروتمند و فقیر همچنان عامل انزوای بیشتر بشر می باشد. و سوال در اینجاست که آیا راه بهتری برای بشریت در جهت ارتباط با هم وجود دارد؟ بهائیان به وحدت عالم انسانی به عنوان یک حرکت سیاسی نگاه نمی کنند، بلکه رسیدن به این هدف را از طریق تغییر و تحولات انسانی دنبال می کنند. بهاءالله راهی را ارائه کرده که بر اساس اون نه فقط عده قلیلی بلکه کلیه مردم جهان از امکانات به طور مساوی بهره مند شوند. بهائیان در پیام صلح از اجتماع خود به عنوان یک سازمان واحد که نماینده گونه های مختلف خانواده بشری است یاد می کنند و جامعه بهائی به عنوان یک سرمشق به مردم جهان عرضه شده و اینکه چگونه می توان در کنار هم به صورت صلح‌آمیز زندگی کرد. بیت العدل اعظم الهی نهاد عالی هدایت دیانت بهائی است که در مرکز جهانی بهائیان در حیفا اسرائیل قرار دارد. در اکتبر سال 1985
بیت العدل اعظم به عنوان نهاد اجرایی دیانت بهایی پیامی برای صلح جهانی به مردمان جهان ارسال داشت. این پیام به مانند نامه‌های بهاءالله به رهبران وقت جهان بود که بشارت به اتحاد نوع بشر می‌داد. صلح بزرگی که آرزوی دل و جان نیکندیشان جهان در هر قرون آثار بوده و درباره‌اش عارفان و شاعران در نسل‌های پی در پی سخن گفته و در کارگاه خیال نمودارش ساختند، صلحی که تحققش نوید تمام کتب مقدسه در هر دوره بوده، حال به دستیابی ملل عالم نزدیک گشته است. بهائیان معتقدند که نظم نوین جهانی تنها از طریق این اعتقاد روحانی که وحدت عالم انسانی است پایگذاری خواهد شد. بهاءالله از این اعتقاد به عنوان شرط لازم بنیادی برای سازماندهی جهان به صورت یک کشور و یا خانه همه مردمان جهان یاد می کند. وعده صلح جهانی دیدگاه های بهاءالله را در بر می گیرد. او خواهان تجدید بنای زندگی و غیر نظامی کردن تمدن جهان است. جهانی که به طور سازمانی در کلیه سطوح اصلی زندگی مانند نهاد سیاسی، الهامات روحانی، تجارت و سرمایه گذاری، زبان و ادبیات متحد شود، در حالی که هویت‌های ملی خود را همچنان حفظ کند. برای برقراری صلح باید یک قالب صلح جهانی به وجود بیاید. مسائل صلح باید در سطح اصولی آن مطرح بشود. برقراری صلح از طریق تغییرات درونی روحانی و اخلاقی مردمان امکان پذیر خواهد بود. بهاءالله می گوید جهان تنها زمانی به صلح و امنیت می رسد که جامعه بشری به اتحاد و یگانگی رسیده باشد. دیدگاه بهایی در نظریه صلح جهانی یک دیدگاه نیرومند است. بهاییان جهانی را مجسم می کنند که فارغ از تبعیضات نژادی است، فقر اقتصادی در آن وجود ندارد، اختلافات مذهبی از بین رفته و ستیزه‌جویی با زنان برطرف شده است. دستیابی به صلح ممکن است به نظر مشکل بیاید، به ویژه در جهانی که بسیاری از مردم حس می کنند سرنوشت آنها با اختلاف و برخورد همراه است. ما معتقدیم که خدا زمانی که بشر را آفرید برای او نقشه ای داشت. برای نخستین بار در تاریخ کره زمین این توانایی را داریم که به صورت واحدی درآییم. بهاءالله میگوید دین باید موجب اتحاد شود و نه اختلاف. نمیتوان قوه‌ای که بشریت را در طول تاریخ به حرکت واداشته منکر شد. نمیتوان سرنوشت رو منکر شد. لاجرم یا بشریت داوطلبانه به این اتحاد میرسه و یا از روش سخت‌تر و مشقات فراوان به آن صلح جهانی دست خواهد یافت. ما در این پیام تمنای همکیشان خیش را در سراسر دنیا برای حصول صلح و وحدت به گوش عالمیان می‌رسانیم و با همه مظلومانی که قربانی تعدی و تجاوزند، با همه آنان که در آرزوی خاتمه دشمنی و نزاعند، با نفوسی که تعلقاتشان به اصول صلح و نظم جهانی سبب ترویج مقاصد جلیلی است که خداوند مهربان ما را برای آن خلق فرموده، می‌پیوندیم و با همه آنان همگام و هم انانیم و برای آنکه شدت شوق و امید و غایت اطمینان خود را از اعماق دل و جان به گوش جهانیان برسانیم، این وعده مبارک حضرت بهاءالله را نقل می‌کنیم که می‌فرماید این نزاع‌های بیهوده و جنگ‌های مهلک از میان برخیزد و صلح اکبر تحقق یابد.